معاون دبیر و کل سازمان ملل متحد در دانشگاه پرنستون ایالات متحده آمریکا میگوید که انتظار می روید تا دو هفته دیگر نشستی در افغانستان برگزار شود و دبیر و کل سازمان ملل متحد با نمایندگان کشورهای منطقه و جهان در این باره گفتگو کند امینه محمد ابراز امیدواری کرده است که در این نشست گام های نخستین برای برگشت در مسیر بر رسمیت شناختن طالبان شناسایی خواهند شد امیدواریم که در این نشست بر بنیاد اصول و شروط گام های نخستین برای برگشت در مسیر به رسمیت شناختن طالبان شناسایی شوند من نمیدانم اما این بحث باید اتفاق بیفتد طالبان آشکارا به دنبال به رسمیت شناخته شدن است و این ابزار اعمال نفوذ ما بر این گروه است معاون دبیر کل سازمان ملل متحد می که عدم تعامل با طالبان سبب خواهد شد که تصمیم های بدتر بگیرند ما نمی توانیم اجازه دهیم تا آنان به بدتر شدن ادامه دهند. این موردی است که در صورت نبود تعامل به میان می آید. آنان در اجتماع قدرت بیشتر به دست می آورند به خاطر که همسایه ها به آنان به تعامل بازرگانی می پردازند. همزمان با این زلمه خلیلزاد نماینده پیشین یالات متحده امریکا برای صلح افغانستان در صفحه تیویترش نوشته است که نشست دبیر کل سازمان ملل متحد در اول ماه می با حضور نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان در دوحه برگزار خواهد شد آقای خلیلزاد عملی شدن کامل توافق نامه دوحه را به عنوان هدف مشترکی نشست پیشنهاد کرده است غالبا که در افغانستان سازمان ملل متحد میماند و اما این به معنای به رسمیت شناختن حکومت سرپرست نمی باشد. مجلس در دوحه میشه به خاطر که سفیرای دیگر کشورها برای افغانستان بعضشان در دوحه هستند امارت اسلامی از برگزاری نشست دبیر سازمان ملل متحد استقبال می کند آنها باید موضوع افغانستان را تحلیل بکنند درستتر تجزیه بکنند مشکلات مردم افغانستان و همچنان پروبلم هایی که وجود داره به خاطر راه حل بحث های داشته باشند این گفته ها در حال مطرح می شوند که به روز سه‌شنبه سازمان ملل متحد به گونه هشدارآمیز گفته است که اگر طالبان به کارمندان زن در این نهاد اجازه کار ندهد مجبور به ترک افغانستان خواهد شد